دقت کن، انتخاب بازیگر تو نمایش خانگی مثل قانون پایستگی انرژی میمونه، یعنی کسی عوض نمیشه، از پروژه‌ای به پروژه دیگه منتقل میشه. سلام، خیلی مخلصیم. آقا چقدر خوبه که دوباره برگشتم و دارید منو میبینید. اصلا یه کیفی میده که نگو و نپرس. در مورد غیبت یه هفته ده روزم هم تو استوری اینستاگرامم اعلام کردم. حالا دیگه بماند، بیشتر از این راجبش حرف نمیزنیم. اما تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ میگیره یا نه سریال مرداب، جدیدترین ساخته ورزو نیک نژاد تو پلتفرم فیلم نت، که توی این ویدیو در دو پارت داستان و نکات فنی قرار بررسی بشه. پس بدون حرف اضافه، لایک با چشم بسته فراموشتون نشه، بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. با اسم سریال شروع میکنیم، مرداب، یعنی لجن یا حالا لجنزار. پس ناخودآگاه ذهن آدم میره سمت سیاهی، کثیفی و معما. با توجه به روند قصه ای هم که تو قسمت اول دیدیم، انتخاب اسم انتخاب منطقی بوده. در مورد فضاسازی کار دوست دارم بهتون بگم که من فضاسازی کار رو دوست داشتم به دلایلی. از سکانس اول دقت کنید، ترکیب تاریکی، نور آبی، سبز غالب تو پلانا، جنس موسیقی و صحنه سازی قتل به خوبی تونست حس معما رو برای مخاطب تداعی کنه. در مورد فیلمنامه باید بگم که تعلیق مناسبی داشتیم، روند فیلمنامه خوب بود، شاید کمترین افت ریتم بودیم و اگه دقت بکنین سریال دوربینش یه جا بند نشده بود، یعنی پر از لوکیشن بود. تقریبا تو قسمت اول فکر میکنم یه چیزی حدود 10 12 تا لوکیشن رو عوض کردیم. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که فیلمسازای ما میدونن وقتی دوربینشون رو میبرن شمال کشور، محکومن که از نظر بصری تصاویر جذابی خلق کنن و نتیجه کار محمد عزت‌خواه مدیر تصویربرداری شده بود لانگ‌شات‌های تمیز، تصاویر زنده که گاهن ارتباط معنایی درستی هم با قصه می‌ساختن. در مورد دیالوگ نویسی باید بهتون بگم که جنس دیالوگا گاهن نزدیک بود به زندگی روتین و روزمره خودمون، که یه سری از نابازیگرا همین دیالوگای ساده رو خیلی بد ادا می‌کردن، که اینجای کار باید بریم خیلی کارگردان و بازیگردان رو بچسبیم. اما لابلای همین دیالوگای ساده و روتین بودن دیالوگایی که یه ذره قلمب سلمبه و عجیب غریب نوشته شده بودن برای اینکه تاثیرگذارتر و ماندگارتر بشن، که این خورده یکی میشه بهش گرفت. ولدان کسی که چشش شبیه خودت کار سختی. بریم سراغ معرفی کاراکترها و شخصیت پردازی. با امیر جعفری یعنی شکیب شروع میکنیم. اولین پلانی که ازش میبینیم یه پلان اسلو موشنیه که اتفاقا من خیلی ازش بدم نیومد، چون فضاسازی خوبی داشت، یعنی خوب همه چیز چیده شده بود. اما یه کوچولو تایمش طولانی بود، یعنی به جای 2 دقیقه میتونست 1 دقیقه باشه، کافی بود. مسئله مهمتر اینه که اگه دقت بکنید این سکانس چجوری استارت میخوره، از یه فلوی تمام به یه فوکوسی کامل میرسیم. یعنی فیلمسازمون میاد اینجا تکنیک به خرج میده برای خودش، میگه که آقا من میخوام کاراکترمو اینجوری معرفی کنم، بگم فعلا ناآگاهیم ازش، یعنی مخاطب شفاف نیست باهاش، اطلاعاتش زیاد نیست و یه رمز و رازی پشت این کاراکتره هست. من دوست داشتم ورزو نیک نژاد برای اکثر کاراکتراش که میخواد معرفی کنه تو قسمت اول یا با همین فرمول، چون ژانر معماییه، یا میرفت سراغ یه فرمول دیگه و یه شکل و شمایل و یه جذابیتی به خرج میداد. خیلی ساده کاراکتر وارد میشه و معرفی شده. اینو من خیلی نپسندیدم جز امیر جعفری. اما نکته مهمتر دومین برخورد ما با کاراکتر شکیبه. این پلانه نقش منفی قصه رو، یعنی بدمن داستان رو، خیلی بیرحم معرفی میکنه و در کنارش داره به مخاطب میگه که آقا آدمهایی که تو دل قصه وجود دارن برای کاراکتر شکیب انقدر بیارزشن و به راحتی میتونن سلاخی بشن. مورد بقیه کاراکترها، نوع معرفی و شخصیت پردازیشون چنگی به دلم نزد. حالا شاید به خاطر اینکه ژانر معمایی فعلا من مخاطب باید گنگ باشم، میذاریم که دو قسمت دیگه دقیق تر راجبش حرف میزنه. اما یکی از بزرگترین مشکلات سریال زمان روایی سریاله که ما نمیفهمیدیمش. یعنی رابطه سبا و شایان خیلی سری میره جلو، جواب تست دی ان ای خیلی سری میره جلو. نکته منفی بعدی که تو شخصیت پردازی وجود داره کاراکتر سباه، خیلی به امان خدا رها شده، یعنی خیلی ساده است و این سادگیش هیچ منطقی پشتش نیست. چجوری راضی میشه اینقدر سری بری سوار ماشین کسی بشی، بعد باهاش وارد رابطه بشی و همه اینا بره جلو؟ تو از زندان اومدی بیرون، 6 ساله نبودی، هیچ چیزی رو بهش آگاهی نداری، بعد اینقدر سری گول میخوری؟ چاقو هم که تازه میکشی، بهت هم که نمیاد چاقو بکشی، صدات هم نمیشینه. خوب شد سوا قیافش عوض شد. سوال دیگه نداری؟
اینجای ویدیو میخوام بریم سراغ بازیگری. با شهرام حقیقت دوست میخوام شروع کنم که یکی از underrated ترین بازیگرای سینما ایرانه. ببین برای من این مدلیه که وقتی شهرام توی اثری بازی کرده، یعنی فیلمساز رفته سراغ این بازیگر، من برای نقد و بررسیش یکم رحم و مروت به خرج میدم، خیلی دیگه ریزبین نمیشم. اما این به این معنی نیست که آقای حقیقت دوست بازی بدی ارائه کرده باشه. تو این تک قسمت بازی روون و خوبی ازش دیدیم و اینو بذاریمش کنار. گروه بازیگری کلن تو قسمت اول همه یه این بودن، یه خط، یه از پشت صحنه کمک بده، یه یکسان بودن. اوکی، همه یکسان بودن، خیلی بالا و پایین نداشتن. بازی قلوف شده و مصنوعی خیلی ندیدیم. یعنی من این مدلیه که تو این قسمت میخوام به الهام اخوان اصلا امتیاز ندم، بیخیالش بشم، بریم سراغ قسمت‌های بعدی چون بد بود. به زوج یسرا میرتحماس و الیکا ناصری هم وقت بدم، میتونه بهتر بشه. اما بقیه خوب بودن، یعنی پانی پناه که اصلا همیشه خوبه، یعنی میدونید دیگه من چقدر دوستش دارم. بقیه هم درست بازی کرده بودن. امیر جعفری هم یه جمله راجبش بگم. ببین این استایل بهش میاد، نشسته روی این آدم، منفی بازی کنه جذابه. حالا اینکه یه سری هم میگن چرا انقدر تکراری بازی میکنه، من اینو نمیفهمم. حرف عجیب و غریب میخوام بزنم در مورد بازیگری. مهدی هاشمی تو قسمت اول چند تا سکانس تقریبا بد داشت. حرف عجیبم اینه که در عین حال که مهدی هاشمی چند تا سکانس بد داشت، اما بهترین بازی این قسمت هم میرسه به خودش. اونم جایی که از نقشه پانی پناه باخبر میشه. شما دقت کن به این سکانسی که توی قبرستون داریم میبینیم، قشنگ تغییر حس و توی میمیک و نوع دیالوگویی میشه حس کرد. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی داستان و بشکافم این قصه رو براتون چون یه کوچولو گنگ بود، میخوام در مورد موسیقی تیتراژ پایانی حرف بزنم. ببین من رضا صادقی رو دوستش دارم، اما چیزی که وجود داره اینه که این ترکی که برای این سریال انتخاب شده، من دلیلش رو نمیفهمم. چه ربطی با جنس قصه و حال و هوای داستان داره؟ حداقل تا اینجای کار خیلی بی ربطه. منم دلم تنگ میشه. ببین از اینجا به بعد بریم سراغ بررسی داستان. ببین خود پلتفرم تو سایتش خلاصه داستان به ما نداده، گفته چکیده داستان. آدم‌های کوچیک ردپاشون هم کوچیکه، برای همین راحت‌تر پاک میشه. این در نوع خودش جذابه، هیچ مشکلی هم باهاش نداریم. یک دلیلم داریم، چون انگشت پتروس اینجاست تا به کمک شما با هم دیگه بریم سراغ حل کردن داستان معمای مردا. باید تمومش کنیم مردا. آقا با سکانس اول شروع میکنیم. یه صدایی پشت تلفن هست که این دستور قتل پارسا پسر فیاض یا مهدی هاشمی رو داره میده. صدای خیلی نزدیک به فرهاد قائمیان. اگر هم نباشه فعلا باش مشکلی نداریم، یعنی ما میخوایم از این به بعد فرهاد قائمیان خطابش کنیم. اینو گوشه ذهنتون داشته باشین. حالا چرا این کارو میکنه فرهاد قائمیان، دستور قتل رو صادر میکنه؟ چیزی که تو دیالوگ متوجه میشیم، یه دیالوگ داریم که میگه ما اطلاعاتی از سنگ پیدا نکردیم، پس احتمالاً پای یه سنگ گرونبها و قیمتی وسطه که پارسا با شریکش کامیار اینو دودره کردن یا از بینش بردن. پس از اینجا به بعد حالا فرهاد قائمیانی که دستور قتل پارسا رو میده، میره سراغ کی؟ میره سراغ شکیب که چیکار کنه که از شکیب استفاده کنه برای از بین بردن فیاض. یا قرار از بین ببرنش، یا دیتای مهمی داره که به سنگه میخوان برسن، یا میخوان از نفوذ فیاض استفاده کنن. فعلا دیتامون کمه، این سه تا راه جلو پامونه. در مورد کاراکتر شکیب امیر جعفری هم بهتون گفتم، حسم بهم میگه که فعلا فقط یه کارچاق کنه، اما از یه جایی به بعد تو داستان خودش میشه یه ساید جدا، یه ساید منفی جدا که احتمالاً با پانی پناه وارد یه جنگی بشن. اینم فعلا داشته باشید. الان بریم سراغ حامد کمیلی که فعلا اسمش رو نمیدونیم و شهرام حقیقت دوست ایرج. من فکر میکنم این دو نفر با واسطه دارن برای شکیب کار میکنن، یعنی اینا حداقل دیتایی که ازش داریم. حالا کمیلی گفته میشه که رابطه چیه، قرار چیکار بکنه. اگر چیزی که قبل بهتون گفتم، یعنی فرهاد قائمیان صدای پشت تلفن دستور قتل پارسا رو میده، اگر این آدم بره سراغ شکیب و بخوام با هم دیگه یه تیم بشن، یعنی تیم هم که نشن، به عنوان بالاسری اون باشه و قرار باشه یه کاری براش انجام بده، میتونیم بگیم که رابطه این دوتا گروه حامد کمیلیه، یعنی اینو ازش میشه گرفت. اگر نباشه نمیتونم. حالا این وسط یه سری هستن که میگن حامد کمیلی همون کامیاره، یه دو تا چهار تا ساده است با دیتایی که تو قسمت اول داریم. به نظرم نمیشینه این اتفاق. چرا؟ ما الان یه خط کشیدیم، گفتیم که
فرهاد قائمیان میاد سراغ شکیب که براش کار کنه و بگره دنبال کامیار. حالا اگه حامد کمیلی رابطه بین قائمیان و شکیب باشه، نمیتونه همون کامیار باشه دیگه، چون خود قائمیان دنبال کامیاره. در مورد کاراکتر ایره شهرام حقیقت دوست هم فعلا اینجوری میشه گفت با دیتایی که داریم. تو اون سکانس ساحلی که نشسته از حرف ماهیگیرا یه سری چیزا میفهمه، دیتاش بیشتر میشه، بعد میره یه نقشه با پانی پناهی ها میکشه برای اینکه نزدیک بشه به فیاض. اما مهم اینه که از یک جایی به بعد وارد داستان خیلی بزرگتری میشن، ولی تا اینجای کار میدونیم که احتمالاً ایرج و پانی پناهی ها با هم دیگه یه تیم هن، شاید هم نباشن. و اما حرف آخر پتروس. حرف آخر هم اینه که آقا اصولاً معما برای مخاطب جذابه و چون ژانر مرداب معماییه، مخاطب یه چند قسمتی بهش وقت میده تا ببینه به شعورش احترام گذاشته میشه یا نه. و منم چون یه پایلوت 118 دقیقه درگیر کننده دیدم که هم بهم خوراک مناسب داد هم قلابش برام کار کرد، میرم سراغ قسمت دوم. پس تا قسمت دوم فعلاً.